ساعت 5:25 است و همونطور که وعده داده بودیم مهمان عزیزی همراه ما هستند، جناب آقای علی احساسی، نماینده پارلمان در دولت فدرال. سلام عرض میکنم آقای احساسی، حالتون چطوره؟ سلام عرض میکنم به شما، بی نهایت ممنون از دعوتتون، خیلی خوشحالم که امروز در خدمتتون باشم و سلام به شنوندگان و بینندگان عزیز شما. با ادامه عرض سلام دارم جناب آقای احساسی، باعث افتخار ما هست که میزبان شما هستیم امروز در برنامه. اگر که فرمایشی دارین در شروع صحبت و مصاحبه بفرمایید، در غیر این صورت ما سوالات رو شروع بکنیم. بله، فکر کنم اولین چیزی که مهم هستش اینه که انشالله که صحبت که میکردین کارت قرمز به بنده امروز ندین در برنامه. اولی خیلی خوشحالم که در خدمتتون باشم که بتونم پاسخ خوب باشم و شاید کمکی باشم به شنوندگان عزیز. خیلی ممنون از شما. پس با اجازتون شروع میکنیم. سوالاتی که شنوندگان برای ما ارسال کردن، دوستانی فرستادن سوالاتی متفاوتی با این مضمون که در برخی استانها، مثلا استان آلبرتا، علاوه بر کمک های دولت فدرال، دولت محلی هم بسته های حمایتی رو به ساکنان پرداخت کرده، در حالی که مثلا در آنتاریو که هزینه ها به مراتب بالاتره این اتفاق نیفتاده. آیا نباید این کمک ها به نسبت هزینه های شهر و استان تفاوت بکنه؟ ممنون از سوالتون، فکر میکنم خیلی سوال به جایی هستش. فکر میکنم در عرض این دو ماه اخیر که همه متوجه بودن، بیشتر برنامه‌هایی که ارائه داده شده، حالا خواه یارانه های مختلف، سوبسید های مختلف و یا وام هایی که در دسترس شهروندان داده شده، تماماً اصولاً فدرال بودن. یک دونه شاید برنامه‌ای که منوط به همکاری دولت فدرال و استانی بوده، برنامه Emergency Commercial Rent Assistance هستش که کمک میکنه به بیزنس های مختلف برای پرداخت اجارهشون، که اون 37% کمک دولت فدرال هستش، 12% کمک های مالی از استان های مختلف. ولی فکر می کنم با نگاه کردن به برنامه های مختلفی که استان های مختلف ارائه دادن، بیشتر به این ربط داشته که نگاه اون استان به خصوص چی بوده. تا حالا که نگاه کردم به برنامه های مختلف مالی که استان های مختلف ارائه دادن، به نظر من میرسه که دولت استانی بریتیش کلمبیا از همه بیشتر کمک مالی کرده و برای همه این فکر نمی کنم واقعا مسئلهی که در نظر گرفته شده الزامن این بوده که کدوم استان گرونتره. بیشتر به این بستگی داشته که کدوم دولت در سطح استانی نوآوری بیشتری داشته و خواسته کمک مالی بیشتری بکنه. ولی این بحثی است که واقعا خیلی ها میکنن، ولی همجور که میدونین، همینجور که جلو میریم، بدون شک شهرهای مختلف که کمک لازم داشته باشن، بیشترشون خطابشون به دولت فدرال بوده و علت این هستش که دولت استانی و یا دولت فدرال میتونن کسر بودجه داشته باشن، اما شهرهای مختلف اساس قانونی در صورتی که درآمد لازم رو نداشته باشن، باید که منتظر کمک مالی از سطوح دیگه باشن. ولی بحثی است که بدون شک ادامه خواهد داشت. خیلی ممنونم. پرسش دیگه که داشتیم در این موضوع هست که در حال حاضر دولت حمایت‌های از افراد و بیزنس‌ها انجام میده، اما تا دو ماه دیگه که کمک‌های ماهیانه سرب $2,000 قطع بشه، که فکر می‌کنم سومین مرحله‌اش داره پرداخت میشه، یه مرحله دیگه داره، ما از نظر اقتصادی دولت همچنان مردم در رکود خواهند بود. آیا دولت یا پارلمان برای بعد از اون در حقیقت فکری کرده، کمک هزینه در نظر گرفته یا خیر؟ همونجوری که مکررن سعی کردیم که اطمینان بدیم به کانادایی‌ها،
واقعیت امر این هستش که برنامه‌های مختلفی رو ارائه دادیم و اولویت ما این هستش که در این زمان سخت و اونجایی که میتونیم همیار شهروندان مختلف، بیزنس‌های مختلف باشیم. کمک‌هایی که کردیم به این منظور بوده که چون اقتصاد فعلی به قول یکی از اقتصاددونای امریکایی در کمای اجباری هستن، کمک‌ها به این منظور بوده که یا از لحاظ مالی کمک به اشخاص مختلف باشه و یا در صورتی که به بیزنس‌های مختلف کمک شده به این منظور بوده که زیربنای اون بیزنس‌ها حفظ بشه و انشالله وقتی که این مرحله سخت رو طی کردیم اون بیزنس ها بتونن نوآوری لازم رو داشته باشن و به جنم خودشون ادامه بدن و انشالله شاهد این باشیم که اقتصاد کانادا زیاد لطمه نخورده باشه. ولی میتونم به شما اطمینان بدم که با مرور زمان، با نگاه کردن واقعیت ها، دولت برنامه های مختلفی رو ارائه خواهد داد. بسیار عالی. جناب احساسی، سوالی که برای خیلی از دوستان وجود داره این هستش که دولت با توجه به یکی از اون برنامه هایی که برای حمایت از بیزینس ها قرار داده و اونم این هستش که 50% اجارهشون رو بده و 25% رو حالا اون لندلورد مجبوره که کاهش بده هزینه‌شو و 25% دیگر رو خود صاحب در واقع اجاره نشین پولش رو پرداخت بکنه، 90% لندلورد ها با این قضیه مخالف بودن به دلیل اینکه خیلی راحت بر اساس قانون اونا میتونن تمام اون هزینه اجاره رو از مستاجرشون بخوان و هیچ گونه قانونی وجود نداره که اینها رو ملزم بکنه که شما حتما 25% رو تخفیف بدید تا 50% رو دولت به شما بده و 25% رو در واقع خود تننت بده. آیا به نظر شما یا آیا در واقع در دولت بررسی راجب این قضیه انجام شده یا یک تغییر یا بازنگری راجب این مسئله و نوع اجرای این مسئله شده یا خیر؟ چون این سوال خیلی از دوستانی هستش که به هر حال یک بیزینسی رو، حالا چه استارتاپ چه بیزینس های خیلی اسمالی رو شروع کردند و خواستن که از شما بپرسیم. عرضم به حضورتون، ممنون از سوالتون. همون جوری که میدونین روابط بین بیزنس های مختلف و مستجرینشون واقعا بر اساس یک قرارداد هستش. واقعیت امر این هستش که وقتی که دو نفر وارد یک قراردادی میشن این قرارداد همیشه و همیشه حفظ میشه. حالا در این موقعیت اضطراری که داشتیم دولت کانادا آمده کمکی میکنه و ولی واقعیت امرش این هستش که هر کدوم از مستاجرین باید با لندلورد های خودشون صحبت بکنن و متقاعدشون بکنن. ولی با در نظر گرفتن سختی هایی که الان ما میبینیم بدون شک لندلورد های مختلف هم در نظر خواهند داشت که اگر خدایی نکرده قبول نکنن یک همچین فرمولی رو اگر خدایی نکرده مغازه ها بسته بشن، واقعیت این هستش که ممکنه به زودی زود جای نتونن اون مکان خودشونو اجاره بدن. برای همین پروبلم بوده بدون شک، ولی تا به حال بیشتر لندلوردها متقاعد شدن که این فکر بدی نیستش و همگی باید با هم همکاری بکنه. بسیار عالی. جناب احساسی، ما همین الان یه خطی رو داریم که اگر اجازه بدین من وصل بکنم. شنونده‌ای هستن که میخوان سوالی رو از شما بپرسن. سلام عرض میکنم شنونده عزیزی که روی خط هستید. آقای احساسی همراه ما هستن، سوالتون رو بفرمایید. عرض سلام و خسته نباشید خدمت شما. من زهرا یحیین هستم، از شهر مونترال کبک تماس میگیرم. خواهش میکنم. به عنوان یک ایرانی مفتخرم که یک نوآوری در حوزه آموزشی برای کشور کانادا انجام دادم. از اونجایی که زبان فرانسه دومین زبان رسمی کشور کانادا و همچنین دومین زبان بین‌المللی دنیاست، ما برای اولین بار متد آموزشی زبان فرانسه کانادایی بر اساس زندگی واقعی یک مهاجر کانادایی از ابتدا تا زمان
شهروندی طراحی کردیم بله. که به صورت فیلم برداری و کتاب و دیویدی هست که در اون فرهنگ کانادا، فستیوال، ورزش، آداب و رسوم، جغرافی، تاریخ و سیستم‌های دولتی و غیر دولتی کانادا نمایش داده شده. حالا میخواستم بپرسم از خدمت آقای احساسی که دولت و پارلمان کانادا چه نوع حمایت‌هایی رو میتونه از مهاجرین که در زمینه‌های خاصی نوآوری میکنن یا کارآفرینی میکنن انجام بدن؟ ممنون. خواهش میکنم. البته ما خانم عزیز، ما راجع به کووید 19 بیشتر صحبت میکنیم. آقای احساسی ازتون خواهش میکنم اگر که امکانش هست کوتاه یک راهنمایی ایشون رو بفرمایید خیلی ممنون میشم. خانم متشکر، شما از روی رادیو به هر حال شنونده برنامه باشید. بله متشکرم از تماستون. مرسی، خواهش میکنم. آقای احساسی ممنون از زحمتی که فکر میکنم چیزی که مد نظر شما هستش این هستش که آیا در مورد این مستند یا فیلمی که شما درست کردین آیا از اون لحاظ میشه کمکی کرد یا نه. ازتون دعوت میکنم که با آفیس من تماس بگیرین، حتما 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 خدمتون زنگ که ببینم آیا هیچ سورس فاندینگی موجود باشه که انشالله بتونه کمکی باشه. ایمیل بنده هستش ali.ehsasi@parl.gc.ca. اگر بزرگواری بکنین تماس بگیرید من حتما خدمتتون جواب میدم و ببینم که چجوری میتونیم کمک کنیم. خیلی متشکرم جناب احساسی. اما پرسش دیگه که داشتیم، خیلی از افراد این سوالو داشتن که صاحبان بیزنس بودن، صاحبان کسب و کار بودن و کسب و کار و بیزنسشون در مرحله استارتاپ قرار داشت و معتقد هستند که بیشترین ضرر رو دیدند و کمترین حمایت رو میگیرن از دولت فدرال با توجه به اینکه به کرونا برخورد کردن. آیا ممکنه پارلمان طرحی برای حمایت مالی بیشتر از استارتاپ ها برای بعد از برداشتن قرنطینه تصویب بکنه؟ همونجوری که سعی کردم که توضیح بدم، تا به حال برنامه های مختلفی که دولت ارائه داده به طور کلی بوده، اصولا تمرکز بر روی سکتورهای مختلف نبوده، ولی همینجوری که میریم جلو و شاهد این خواهیم بود که در یک عرصه های سختی های خودش رو داشته باشه، بدون شک کمک هایی خواهد شد. واقعیت امر این هستش که اصولا دولت فدرال خیلی دوست داشته که همکاری بکنه با ستارتاپ های مختلف. شاید بی مورد نباشه که بگم اتفاقا این هفته اعلام شد که کمپانی شاپفای که تقریبا 10 ساله که تازه کار میکنه، از یه ستارتاپ شروع شد 10 سال پیش، الان تبدیل شده به بزرگترین کمپانی کانادایی، یعنی حتی از بانک هم بزرگتر شده. برای همین به این واقعیت که باید ستارتاپ های مختلف رو کمک کرد همیشه میدونستیم که چقدر مهمه که سپورت های مختلفی رو داشته باشیم. در حال حاضر هم همجوری که میدونین بنده معاون پارلمانی وزیر نوآوری، علوم و صنعت هستم و میتونم خاطر نشان بکنم که در فکر این هستیم که چجوری بتونیم ایکوسیستمی که در کانادا تولید شده بتونیم حد اکثر کمک رو بکنیم تا انشالله به نتیجه مثبت برسن ستارتاپ های مختلف. بسیار عالی. جناب احساسی، من یه سوال دیگه از حضورتون بپرسم. دوستی نوشتن که شما که در پارلمان هستید، آیا این تجربه کشورهای دیگه که تجربه موفقی بوده که از تمام مردم تست کرونا رو بگیرن که بتونن جلوگیری بکنن از شیوع بیش از حد کرونا، آیا یه همچین چیزی رو در پارلمان بعد نظر قرار دادید یا خیر؟ یعنی تصمیمی هست که یک در واقع تست گروهی از کل آدم ها بشن در حالا کشور کانادا یا خیر؟ عرضم به حضورتون، فهم کنم واقعیت همین هستش که در طی این چند ماه به خصوص سعی و اولویت دولت کانادا این بوده که
کت های مختلفی رو بتونن پیدا کنن، کت، ماسک، چیزهای مختلف. اما همونجوری که معاون نخست وزیر یه دفعه توضیح دادن، یه مقداری بی تشابه به وایلد وستی که گفتن نبوده، برای اینکه همونجوری که میدونید تمامی کشورها سعیشون در همین هستش. به همین منظور هم وزیر پروکیورمنت رو داریم که از اقصا نقاط دنیا دارن سعی میکنن که تا اونجایی که میشه بتونن که وارد بکنن کتای مختلف، و مضاف بر اون وزارت نوآوری علوم و صنعت هم با کمپانی های مختلف در حدود 6000 کمپانی مختلف در از این دو ماه در تماس بودیم که تا اونجایی که عملی هستش بتونیم وسایل مختلفی که واقعا لازم هستش رو بتونیم در خود کانادا تولید بکنیم، و واقعا چشمگیر بوده همکاری های مختلفی که کمپانی های مختلف کردن. ولی این که چقدر از این کت ها در دسترس اشخاص مختلف گذاشته بشه تصمیمی است که تماما مال دولت استانی هست. برای همین اگه نگاه کنیم میبینیم که در یک استانهایی موفقیت بیشتری داشتن، در استانهای دیگه کمتر. ولی سعی و اولویت ما این بوده که نه تنها از خارج وارد کنیم، بلکه تشویق بکنیم کمپانی‌های مختلف و که این کتا رو تا اونجایی که میشه در کانادا هم تولید بکن. بسیار عالی. یک شنونده ای روی خط هستن، های احساسی. من سوال بعدی رو از شنونده محترمی که روی خط هستن میخوان ازتون بپرسن. بفرمایید روی خط هستید، اگر صدای بنده رو میشنوید. آقای احساسی همراه ما هستن. بله سلام خدمتتون، شما و مهمان محترمتون. جام احساسی، من سوالی که داشتم، رامین هستم از تورنتو زنگ میزنم، سوالی که داشتم در رابطه با اجاره بیزنس ها بود، اونم به این شکل که من میخواستم ببینم آیا این رتروکتیو هست یا نه، به خاطر اینکه خب طبیعتا این وضعیت اضطراری از 15 مارچ شروع شده. من میدونم که این کمکی که دولت قرار انجام بده برای همکاری با 50% این اجاره مراکز تجاری به این شکل که گویا 3 ماه رو کاور میکنه، حالا نمیدونم مارچ، اپریل، می، یا اپریل، می، جون. ولی خب یه سری از بیزنس ها مثل خود من که بیزنس اونر هستم، وقتی که به لندلوردم مراجعه کردم به من گفتش که نه، شما فعلا باید اجاره رو پرداخت بکنید و بعدن که اون همکاری دولتی باز شد اون موقع من میتونم باهاتون همکاری بکنم که یک مقداری از این پول که دولت کمک میکنه بگیریم، به خاطر اینکه خیلی ها اومدن به خاطر مجبور شدن رفتن و خودشون رو از لاین های اعتباری استفاده کردن و اجاره رو فعلا آردی پرداختن. آیا این به صورت رتروکتیو هست که انجام بشه یا شامل فقط از این به بعد میشه؟ بسیار عالی. آقای رامین اگر لطف بکنید با توجه به محدودیت زمانمون از روی رادیو فقط گوش بفرمایید. خیلی متشکرم. مرسی. جناب احساسی در خدمت. ممنون رامین خان برای سوالی که کردین. درست میفرمایین، این برنامه به خصوص تا به حالش برای 3 ماه بوده، اما همونجوری که خودتون به درستی اشاره کردین رتروکتیو هستش. البته همش منوط به این هستش که مستاجر و لندلورد به نتیجه برسن، ولی از لحاظ قانونی رتروکتیو هستش و در صورتی که یک بزنسی دوست داشته باشه میتونه رتروکتیو تا از اوایل مارچ باشه. بسیار عالی. یه سوال دیگه، ما خیلی وقتتون رو گرفتیم آقای احساسی، ما سوال آخرمون رو قول دادیم ازتون بپرسیم. شنونده روی خط هستن، سلام عرض میکنم، اگه صدای بنده رو میشنوید. آقای احساسی هم صدای شما رو میشنوند. با سلام خدمت شما و مهمان عزیزتون جناب آقای روحانی، من بهروز هستم. بله خواهش میکنم آقای بهروز، سوالتون بفرمایید با توجه به محدودیت برنامه. بله خواهش میکنم. جناب آقای احساسی، من با سلام خدمت شما یه سوال از امروز، دو تا سوال داشتم. سوال اول سوالی بود که زهره خانم هم باز کردن، از شما سوال پرسیدن ولی ما جوابش متوجه نشدیم، جوابی نگرفتیم. سوال این بود که کمکی که دولت فدرال داره انجام میده، اون پولی که میدن مال دولت فدراله. من خودم جایی کار میکردم و برای خاطر همین مسئله لی آف شدیم.
و اقدام کردیم برای EI ولی گفتن 4 ماه emergency payment میشه. سوال این بود که بعد از 4 ماه چه اتفاقی میفته که ما متاسفانه این جواب نفهمیدیم، ندونستیم که شما جواب هستیتون چی بود که این بر مبنای همون 2000 دلار هست یا یه سری باید برن روی EI. این یکی از سوالا بود. سوال دوم اینه که افرادی که جابشون از دست میدن، مثلا خود من چون که لی آف شدم دیگه احتمال برگشت فکر کنم 90% غیر ممکن باشه، این چی میشه؟ مرسی، ممنون. خیلی ممنون آقای بهروز، از روی رادیو لطفا بشنوید. خیلی متشکرم از شما. تشکر، خیلی ممنون. جناب احساسی در خدمت. ممنون از سوالتون بهروز خان. خیلی متاسفم که کارتون از دست دادیم و واقعا مقطع زمانی سختی بوده برای خیلی از کانادایی ها. همونجور که گفتم واقعیت امر این هستش که وقتی که این برنامه Canada Emergency Response ارائه داده شد، در اون مقطع زمانی گفتیم برای 4 ماه خواهد بود، ولی با در نظر گرفتن این که باز شدن اقتصاد به مراتب طولانی تر از اونی بوده که فکر میکنم هیچ کس انتظار داشت، بدون شک واقعیت ها رو در نظر خواهیم گرفت و اگر لازم باشه مجدداً این برنامه برای مدت طولانی تری ارائه داده خواهد شد. ولی تا به حال دولت فدرال همچین تصمیمی نگرفته، برای همین مهمه که دوستان مختلف، شهروندان مختلف به کمک رادیوی 24 ساعته و یا خبرهای دیگه واقعا مرتب خبرها رو مرور بکنن که در صورتی که این برنامه بیشتر ارائه داده بشه بتونن ازش استفاده لازمه رو بکنن. بسیار عالی جناب احساسی عزیز، خیلی ممنون از اینکه با ما روی خط بودید. دوستان زیادی برای ما پیغام زدن، تشکر. حالا من این جمله رو براتون بخونم. جناب احساسی، متشکر و ممنون از اقداماتی که تا به حال انجام دادین. دوستان دیگه‌ای بهتون خسته نباشید گفتن و به هر حال ما هم به نوبه خودمون از شما و دولت فدرال و اقداماتی که به هر حال با توجه به شرایطی که وجود داره انجام شده تشکر میکنیم و میخوایم ازتون خواهش بکنیم اگر امکانش باشه یه روزهایی رو با ما زمان بذارید، یک ارتباطی رو بین مردم و حضرت عالی بتونیم برقرار بکنیم، مردم دغدغه هاشون رو بتونن با نمایندهشون صحبت بکنن، ما هم به عنوان صدای ایرانیان تورنتو و البته به تصحیح بکنم صدای فارسی زبان های تورنتو بتونیم یه پل ارتباطی باشیم بین شما و دوستان. ممنون از بزرگواری شما روحام خان، ممنون از لطفی که بینندگان و شنوندگان شما دارن. بدون شک در صورتی که فکر میکنین که کمکی باشه 100% در خدمتتون خواهم بود، ولی پیشا پیش اجازه بدین از شما تشکر کنم برای تمام اطلاع رسانی که میکنین به فارسی زبانان. واقعا دستتون درد نکنه به خاطر همگی زحماتی که میکشین. امیدوارم که این سختی ها به زودی تموم بشه و امیدوارم که همگی شما و شنوندگانتون سلامت و خوش و پیروز باشه. ما هم برای شما آرزوی سلامتی میکنیم. وقتتون بخیر، شب خوبی رو داشته باشید. از حضورتون خداحافظی میکنیم. خداحافظ. ممنون از لطفت. خواهش میکنم. خدا نگهدار. آقای علی احساسی، نماینده پارلمان دولت فدرال، در خدمتشون بودیم.